بود که اول دوستان بخونن ولی من چون من انتظار کردم من دو داستان کوتاه چون دو چابوت براتون میخونم و تو در این مدت اینه که من با چشمان میخونم از بس کار شما رو خوندیم و شما باید این برد و اسم داستان نقشبندانه. من برای اینکه نگم داستان خیلی پیچیده‌ای بود و تو رعایت دوستان خارج از کشور رو نکردی، به نوعی اول میگم چیه قضیه. خانواده‌ای هستن احتمالا که مرد نباشه و زنی داره، بچه های و اینا میان خارج کشور و زن براش مشکلی هست که بعداً توضیح میدیم تو داستان و مرد بلند میشه از راه پنهانی که شما اغلب اومدین ترکیه و اینا میاد و مکافاتی داره تا میرسه به در مثلا انگلستان به اینا. اون مشکل که الان میگن طوری همی سرطانه سبب میشه که متوجه بشه که این زن داره تکه تکه بدنش از دست میره، بعد بر میگرده میاد ایران و در صحنه‌ای که در داستان داریم نشسته داره نقاشی میکنه، چون نامه نمیفرسته ارتباطی نداره. در صورت ما در لحظه فعلی در ایرانیم و مشغول زدن یک تر. وقتی رسیدیم در خم روبرو زنی سوار بر دو چرخه میگذشت، هنوز هم میگذرد با بالاتنی به خط مایه، پوشیده به بلوز آستین کوتاه و سفید، رکاب میزند و میرود و موهایش بر شانه‌ای که رو به دریاست باد میخورد و به جای نگاه میکند که بعد دیدیم. وقتی که زن دیگر نبود، خیابانی که به محاذات اسکله میرفت و بعد به چپ میپیچید تا به جایی برسد که هنوز هست، اما نشد که ببینیم، زن رفته بود. تقصیر هیچ کدام من نبود که دیگر ندیدیمش، گرچه وقتی دیدم که نیست فکر کردم که شیرین به امن نگذاشت. با این همه هنوز میبینمش که گوشه بلوزش باد میخورد، شلوارش کتان مشکی بود، صندل این پایش را هم میبینم که بند پشت پایش را نبسته است، پا میزند و صورتش را راست رو به باد گرفته است و میرود. یک لحظه کنار پیاده رو ایستادیم تا شیرین پیاده شود و سیگاری برای هر دو تامان بگیرد و من فقط فرصت کردم یک بار هم بالا تنه خم شده و سر برافراشته رو به بادش را با موهای خرمایی بر متن آبی و آرام دریا ببینم. بعد وقتی به سر پیچ رسیدیم یادمان رفت، چون با سوت کشتی به دریا نگاه کردیم، داشت پهلو می‌گرفت و مازیار و زهره روی عرشه دست به نرده ایستاده بودن، دست تکان نمی‌دادن. بعد به صرافت زن افتادم که دیدم خیابان تا آنجا که پیچ می‌خورد خالی است، اما روی اسکله ایستاده بودن و ماشین‌هاشان را به موازات اسکله سپر به سپر پار کرده بودن و مثل شیرین که پیاده شده بود دست تکان می‌دادن. خواستم به بهانه پار کردن جلوتر بروم، شیرین گفت مگر نمی‌بینی که جا نیست، همینجا باش، ما حالا می‌آییم. آن آخر سر پی جا بود. فکر کردم پس هنوز امیدی هست که با هم برگردیم، نیامد. پس ندیده بود که رکاب می‌زند و می‌رود. حالا هم می‌رود، حتی اگر پیر شده باشد مثل من یا حتی شیرین، و صبح صبح مهتابی یکی از آن خانه های دو طبقه رو به دریا می آید با بلوز سفید و شلوار کتان مشکی، دستی بر نرده می گذارد تا آن دست را سایبان صورت برافراشته رو به دریا بکند و ببیند که بر عرشه از تازه رسیدگان چه کسی آشناست. هم
همیشه همینطورها می شود، مثل من که حالا اینجا هستم در این بهار خواب و مشتف به کوچه بی آبر و چشمندازم بامهای کاهگلیست که رنگ یک دستشان را فیروزه گنبد دوازده ترک بابا اسماعیل می شکند تا که باز بهار شود و کارت پستال شیرین با یک هفته یا حتی ده روز تأخیر برسد. سالگرد ازدواج من هم یادش مانده است و هر بار همان کارت پستال کاجهای سبز را می فرستد با لکه زردی به جای خورشید. انگار که ده دوازده تای کارت یک شکل خریده باشد یا حتی بیست و چند تا اگر تا آن وقت بماند یا یادش بماند. بچه ها مازیار و زهره هم فقط سالی دو نامه می نویسند که حالا دیگر همش به انگلیسی است. هر بار هم عذر می خواهند که فارسی یادشان رفته است و من نه کارت پستال می فرستم و نه نامه می نویسم. بله همینطور هاست، آدم دنبال چیز دیگری می رود اما به جای دیگر می رسد. مثل همان اوایل جنگ وقتی در وضعیت قرمز آدم بیرون بود و دست به دیوار می رفت. تاریکی چنان غلیظ بود که انگار تاریکی می بردمان، یا مثل ما دوتا که به پیشواز بچه ها رفتیم تا یک ماهی همه با هم یک جا بمانیم. قسمت دوباره میکنم، رسم ما ایرانی هست همیشه بیدیم. بله همینطور هاست، آدم دنبال چیز دیگری میرود اما به جای دیگر میرسد. مثل همان اوایل جنگ وقتی در وضعیت قرمز آدم بیرون بود و دست به دیوار می رفت. تاریکی چنان غلیظ بود که انگار تاریکی می بردمان، یا مثل ما دوتا که به پیشواز بچه ها رفتیم تا یک ماهی همه با هم یک جا بمانیم و کم کم به بچه ها بفهمانیم که چرا می خواهیم جدا بشویم، یا من بگویم که چرا برمی گردم. اما حالا به اینجا رسیدم و هر بار هم که بیاد چیزی می افتم که آنجا هست، یا نامه‌ای میرسن یا کارت پستال‌های یک شکل و یک اندازه میرسن، فقط همان خم خیابان را میبینم و خورشید را که بزرگ اما سرد سر از دریا برآورده است و افق روبرو را نارنجی مایل به زرد کرده است. نه خورشید از آن راسته که بالا میرفتیم پیدا نبود، فقط رنگ نارنجی مایل به زرد افق بود و در خیابان و حتی کنار ساحل وقتی باز نگاه کردم کسی نبود. اما هست، مثل نوار فیلمی که همش برداشت‌های مکرر است از اون چه دیدم. برای همین هر روز صبح از ساعت شش، از ساعت شش و نیم که لقمه‌ای می‌خورم و این کرم ننه رباب را می‌فرستم که تا پیش از ظهر به هر جا می‌خواهد برود تا من بنشینم مگر این بار بشم. بعد وقتی در نمی‌آید میایم به این بهار خواب تا نیم ساعت هم شده توی این صندلی چرمی بنشینم و به هیچ چیز فکر نکنم. نمیشم. آدم تنها نمیتواند باشد. حتی سنگ هم یک تکه کلوخ هم تنها نیست. یا اون بند رفت که حالا فقط یک پیراهن سفید مردانه رویش تاب میخورد و هر به ده دقیقه زن لچک به سری میآید تا باز برش گردم. به شیرین اگر راستش را میگفتم حتما میگذاشت یک شب دیگر بمانیم با بچه ها و حتی در همان مهمان خانه سوت و کور. گفته بودند فقط یک جا هست، سه خیابان که بیشتر نداشت، یکی را ندید. ما آن یکی هم که به محاذات اسکله بود و خانه جاشوها یا کارمندان دفتری بندر و پست و بانک بود، همان اوایل این یکی خیابان پیداش کردیم. باز هم میشد برگردیم به همانجا و وقتی بچه ها را راضی کردیم یک شب دیگر بمانیم تا من باز فردا ببینم از که ساعت 9 رو کم از ساحل این طرف می آید. بعد رکاب زنان تمام پیچ را با پشت خم و سر برافراشته رو به باد می رود. مازیار من هم خواست بمانیم اما زهره همش می پرسید چرا با هم آمدید؟ طوری شده؟ حالا همانجاست. 22 ساله است. شوهر و دو بچه دوقلو دارد که عکس‌هاشان را دارم.
همین پارسال؟ نه، پیرارسال با نامش فرستاد. تازه متولد شده بودند به یکی این طرف و یکی آن طرف روی دامنش خوابیدند و دیوید هم بالای سرشان خم شده است و سرش را گذاشته است روی موهای زهره که به من رفته است. چاختر از وقتی است که هنوز چیزی از فارسی سرش می شد. پاپا، من حالا چاختر هستم، اما خواهم رفت که خودم را لاغر کنم، مثل آن وقت که تو اینجا آمدی. لاغر و سبزه بود و موهای سیاه و بلند. گمان نمی کنم دانشگاهش را تمام کرده باشد. گفتم چطور از شب را اینجا بمانید؟ دست بر شانه شیرین گذاشت. باشد بمانید. شیرین فقط شانه بالند. حالا هم هر سال جایی است. اول که لندن بود، بعد رفت آلمان، کار پستال ها را آنجا خرید، بعد از کانادا تبریک عید فرستاد، حالا از نیویورک می فرستد کارت پستال های آلمانی را از اونجا می فرستد. برای تبریک عید هم فقط دو خط می نویسد: آقای جواد بهزاد عزیز، این عید باستانی را که یادگار اجداد ماست به شما و خانواده محترمتان تبریک عرض نموده و شادکامی شما را از درگاه ایزد منان خواستار. هر سال هم خطش پس می رود، انگار از روی سرمشقی رو نویس می کند و هر بار دال یا ره یا حتی دو نقطه جایی کم می گذارد. بچه ها در تعطیلات عید میلاد و تابستان نامه می نویسند، اوائل به فارسی. بلکه نامه مازیار از استرالیا رسید، یک درمیان به فارسی و انگلیسی بود، حالا دیگر فقط به انگلیسی می نویسه. کتابهایی هم می خواهد به فارسی تا یادش نرود. گاهی هم سوالی می کند، مثلا جایی می بیند که عربیست نوشتن که می خواهد بداند به فارسی چه می گوییم، یا مینیاتور را به فارسی چه گفتیم، یا موزاییک را. مهندس معدن از زن ژاپنی گرفته است و چند بچه هم دارند، نشمرده. آخر هر نامه هم ساچیکو و فلان و فلان و فلان سلام میرسانند به پدر بزرگشان. حداقل این یکی یادش نرفته است. هیچ وقت هم به خلاف خواهرش گره نمی کند که چرا جوابش را نمی دهد. چه بنویسد؟ یا کدام را بفرستم وقتی هنوز تمام نکردم؟ شیرین نوشت که تو بیا. رفت. اما از اونجا یک ماه هم نشده برگشت. گفتم هرچه هست مال شما، من بازنشستگی هم هست و آن خانه پدری، خطی هم گاهی می کشم و می فروشم. نمی کشم، نمی شم. انگار آدم بخواهد راه بر تاریکی ببندد. مهمتر از همه کانون نور است و سمت یا قلزت سایه. صبح دیگر هوا آفتابی بود، اما شاید در سایه کشتی می رفت، ولی صورتش روشن است و تارهای مواج موهای خرماییش کنار خط گردن و روی شانه آن طرف طلایی میزد. کشتی هم باید باشد و آفتابی که حتما سرد و بزرگ بر بالای افق آویخته بود. بچه ها هم باید باشند که بالاخره وقتی شیرین را دیدن دست تکان دادند و شیرین هم دست تکان میداد. و حالا در نیویورک صندوقدار فروشگاه لباس بچگانه است و شب با قطار می رود تا نزدیکی های خیابان 27 و بعد پیاده تا ساختمان نمی دانم چندم و تا طبقه 5 هم از پله ها بالا می رود بالا به آپارتمانی که فقط 2 صندلی راحتی دارد و 1 کاناپه که شبها ترک می شود و هر 6 ماه هم مجبور است شیمی درمانی بشود یا اصلا بگذارد یک جای دیگرش را ببرم. ندیدم یک چراغ مطالعه هم کنار کاناپه یا تخت شبهاش هست که وقتی قرصش را میخورد و چشم بندش را میزند دستش را دراز میکند و چراغش را خاموش میکند.